با گفته یکی از دوستان بچگی من این رو ندیدم، من اینو از زبان اون میگم، میگم من شهید محمد صادق رو دیدم که منافقه نشست رو سینه‌اش سرشو برید، گفت من اینو دیدم. بابای محمد صادق هم حضور داشت و بچه ها، بابای محمد صادق محمدی هم رزمنده بود، حالت جنون گرفتش دیگه. از اون لحظه دیگه به بعد دیگه بابای شهید محمد صادق محمدی دیگه نمیرفت خونه. میگو برم مادرش بگم چی؟ هی دائم میامد میگو منو ببرید جلو شاه بتونن جسد بچه همون بیارم. ولی یه چیز خشم بهتون بگم، اما علی خویری کسی نداشت بره دنبال جسدش، خانواده فقیری بودن، از پول نداشت، از فرمانده گردان لشکر امیرالمومنین مرخصی رفته و پولشو برای پدر مادرش جا گذاشته، پول ماشین نداشت، با پا از ملکشاهی راه افتاده بود اومده بود مهران. خدا لعنت کنه کسانی که خیالت کردن به خون شهدا. پول نداشته بود، با پیاده اومد، یعنی چیزی بود 24 ساعت راه رفته بود شهید علی خویری. ما از کجا بیاریم دیگه؟ چه کار باید بکنن که بفهمونن بابا این مملکت صاحب داره؟ نکن کم خیانت کن. شاید ما اینجوری زندگی کردن. شیخ رحمانی به من گفت تو سال آباد ما در شهید علی رو دیدم، ماشین های خطو باید نبردنش، پر پشت تازه اومده بود، جسد بچهش نیومده بود. میگفت دیدم یه پیره در اونجا افتاده، رفتم نزدیک گفتم شما کی؟ گفتم من مادر علی قویری هم. گفتم مادر چرا با اتوبوس هم میری نمیری بیاد؟ میگفت پول ندارم برم بسرم. بعد از شهادتش بعد مادرش هم پول ندار، یه کمتر بخورید بسه به خدا بس، مردم خسته شدن. ما نمیدونیم دادمانو کجا ببریم، به کی بگیم؟ پیام شهدا رو میدیم، سیره شهدا رو میدیم، چرا قبول ندارید؟ چرا کوتاه نمیایید؟ بس دیگه.